به نام ایزد پاک، به نام ایران، ملت فهیم و عزیز ایران. من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، درباره فیلم ها و عکس هایی که از این جانب و برادرم مهرداد بختیاری در فضای مجازی منتشر کردند و سعی در تخریب شخصیت بنده و فریب اذهان ملت فهیم ایران را دارند. من زمانی که خودم حضور دارم و اعلام می کنم از جمهوری اسلامی عبور کردم و دادخواه فرزندم هستم که نظام جمهوری اسلامی مغزش را متلاشی کرده است، آیا می توانم طرفدار و پاسدار نظام جمهوری اسلامی باشم؟ این فیلم ها زمانی گرفته شده که بنده و خانواده‌ام در زندان و در اسارت ضحاک زمان بودیم. با تهدید و ارعاب خانواده مرا مجبور به گرفتن این فیلم ها کردند و من در بند مزدوران بودم. در صورتی که قاسم سلیمانی را مزدور نظام و عاشق سینه چاک رهبر و عامل کشتار هزاران زن و کودک و آواره شدن میلیون ها انسان می دانم و من دادخواه فرزندم هستم و به دنبال مجازات آمرین و قاتلین جانباختگانی که در طول 41 سال بیرحمانه توسط سران نظام به قد رسیدند. با پخش این فیلم ها چه چیزی را می خواهند اثبات کنند؟ من تنهای تنها در برابر نظام سرتاپا مسلح نظام جمهوری اسلامی با برافراشتن پرچم شیر خورشید ایران، آن هم در درون کشور، نه ترسی از رژیم دارم و نه جان خود می ترسم. جان خود را در طبق اخلاص نهادم تا فریاد دادخواهی مغز متلاشی شده فرزندم باشم. اگر مرا طرفدار و پاسدار نظام می دانند، اعلام می کنم سپاه پاسداران یک نهاد ضد مردمی، فاشیستی و مزدور ملاهاست و سردار سلیمانی یک مزدور و آلت دست ملاها بود و رهبری جمهوری اسلامی و سران نظام کشور همه دزد و اختلاسگر هستند و مدت 41 سال است کشور عزیز ایران را اشغال کرده و ثروت آن را به یغما میبرند. من دادخواه هستم. فریاد دادخواهی و تظلم خواهی من لرزه بر اندام مفتخوران ثروت و منابع این ملت انداخته. قاستین و مارقین و ناکسین هوشیار شدند و به تکافو افتادند تا فریاد و صدای دادخواهی مرا در نطفه خفه کنند، ولی نمی دانند که خون پویای من در کالبد تمام جوانان ایران حلول کرده و همه اعلام می کنند من هم پسر کسی هستم، پاینده ایران.